من زهرا هستم. دختر 60 و یه دونه خانواده که تو یکی از روستاهای کشورمون زندگی می‌کنیم. مامان و بابا هر دو از خانواده‌های آبرومند و سرشناسی بودن. خدا منو بعد از چندین بچه مرده و سخت شده به مامان بابا داد. شدم نور چشمی همه. از مامان و بابا گرفته تا خانواده مامان و خانواده بابا. به قدری عزیز بودم که اصلاً پام به زمین نمی‌رسید و مدام از بغلی به بغل دیگه انتقال پیدا می‌کردم. پدر و مادر و عمو و عمه و خاله و دایی و همه واقعاً عاشقانه به هم محبت می‌کردم. بگذریم. هرچی از خوشی و شادی دوران بچگی بگم کم گفتم. گذشت و به سن بلوغ رسیدم. تو روستای ما رسم بر این بود که دخترها زود ازدواج کنن. تقریبا تمام دخترای دور و برم تو همون سن کم بین 12 تا 15 سال ازدواج کردن به جز من. من مونده بودم ور دل مامان. حالا چرا؟ از نظر چهره تو روستا زبان زد بودم و خشکه. به قدری حیرت انگیز بودم که حتی برای مثال همه به من سیندرلا میگفتن. ولی انگار به قول مامان بختم باز نشده بود. بابا کشاورز بود و با توجه به اینکه فقط 3 نفر بودیم از مال دنیا بی نیاز بودیم. همه دخترای اون دوران باید میرفتن سر زمین کمک پدر و مادرشون به جز من. بابا و مامان اصلا اجازه نمیدادن من دست به سیاه و سفید بزنم. به خاطر همین نسبت به دخترای دیگه تمیزتر و دست و روی لطیفتری داشتم. با این تعریفایی که کردم قطعا با خودتون میگید چرا خواستگار نداشتم؟ شاید باورتون نشه ولی من از وقتی خودم رو شناختم و یادم میاد خواستگار داشتم. همیشه بهترین خواستگارای روستای خودمون یا روستاهای اطراف اول سراغ من می اومدن ولی فقط در حد خواستگار می موندن. یعنی یا داماد میرفت و پشت سرش رو نگاه نمی کرد یا یکی از فامیلای اطرافش رو می مردن یا چله می افتاد یا اصلا چیزی مشخص نبود. من سر از این خواستگارا در نمی آوردم. درسته که دوران کودکی خیلی خوبی داشتم اما اینکه خوشگل‌ترین دختر باشی و بهت بگن ترشیده همه اون خوشگلی رو نیشوره میبره. خودم که ناراحت بودم هیچ، از ناراحتی مامانم هم ناراحت‌تر می‌شدم. رسیدم به 17 سالگی، هنوز همچنان خواستگار داشتم اما نیامده غیبشون میزد. یه روز یکی از همسایه‌ها از مامان اجازه گرفت و قرار شد یه خواستگار برام بفرسته. من و مامان 2 روز در تکاپو بودیم تا به نفع احسن توی این مراسم معرفه حاضر بشیم. روز موعود رسید. همه چی آماده بود و مامان تونتون میوه ها رو شست و در حالی که مرتب تو ظرف میچید رو به من گفت زهرا، مامان جان. بازو برگشتم سمتش و گفتم بله مامان. مامان اول یکم قربون صدقم رفت و بعدش ادامه داد. میگم اون رو سری سفیدت رو سر کن. گفتم کدوم؟ من چند تا سفید دارم. مامان گفت همونی که حاج خانم از مکه آورده. تو آینه به خودم که رو سری آبی آسمونی سرم بود نگاه کردم و گفتم مگه اینی که سر کردم زشته مامان؟ مامان اومد کنارم و پشت سرم رو بوسید. اون لحظه هر دو توی آینه به هم نگاه کردیم و مامان گفت اتفاقا این که سرت خیلی هم قشنگه ولی اون تبرک خداست. انشالله امشب دیگه همه چی قسمت بشه. نمیدونم چرا ته دلم دلشوره داشتم. انگار که بازم قرار بود مشکلی پیش بیاد. روسری که مامان بزرگ برام تبرک آورده بود و سر کردم. به مامان بزرگ حاج خانم میگفتیم، مامان بابام، چون مکه رفته بود. روسری سفیدم و سر کردم و رفتم جلوی آینه تا خودم رو ببینم. داشتم روسری رو سرم مرتب میکردم که دیدم یه سیاهی از پشت سرم به سرعت رد شد. وای، ترسیدم و دستم رو گذاشتم رو قلبم. تپش قلبم واقعا روی 1000 بود، جوری که پیش خودم فکر می‌کردم الانه که قلبم از دهنم بزنه بیرون. چند ثانیه‌ای به همون حالت موندم. جرأت نداشتم برگردم پشت سرم و نگاه کنم. بالاخره با ترس و لرز برگشتم اما کسی نبود. آروم رفتم سمت پنجره و از پشت پرده حیاطم نگاه کردم ولی هیچ کس نبود. آب دهنم رو قورت دادم و تا برگشتم همون سیاهی یه لحظه مثل هاله‌ای که طوفان باعث حرکتش بشه رو دیدم و جیغ کشیدم و افتادم. مامان به سرعت اومد بالا سرم و گفت چته مادر، چی شد؟ براش تعریف کردم که مامان سری دستشو گذاشت رو دهنم و اطرافو نگاه کرد و آروم گفت این حرفا رو پیش کسی نزنی یا همینطوری خواستگارا میپرن. وای به حال اینکه فکر کنن خل یا جنی هم هستی. با ناراحتی گفتم اما مامان من خل نیستم، خودم دیدم مثل اون دختری که تو سریال با سرعت اینور اونور میرفت. مامان گفت بس کن، بلند شو، الان مهمونا میرسن. از جان بلند شدم اما جرئت نداشتم تو آینه نگاه کنم. برای اینکه اون توهمات یادم بره رفتم سمت پارچه شربت آلبالو که توش پر از یخ بود. از دسته پارچ گرفتم تا برای خودم یه لیوان بریزم بخورم تا یکم آروم بشم. تا اومدم پارچه بلند کنم از وسط نصف شد و محتویاتش روی روسری و پرش ریخت. روسری سفیدم شد سرخ. از شدت ترس و ناراحتی و عصبانیت گریم گرفت. وای وای. خوب یادمه که وقتی شروع به گریه کردم بلافاصله صدای خندیدن خانومی رو شنیدم. صدای خنده درست از روبرو میومد اما کسی نبود. با وحشت و در حال گریه خیلی بلند مامانو صدا کردم. مامان دست پاچه خودشو به من رسوند و با دیدن روسریم و پارچه شکسته محکم زد تو صورتش و گفت چی شد؟ چرا این شکلی شدی؟ چرا فرش کثیف شد؟ الان مهمونا میرسن. من که به حرفه افتاده بودم گفتم چه بدونم، پاش تو دستم شکست. مامان که اصلا دوست نداشت من گریه کنم و سر و صورتم پف کنه، زود اومد جلو و در حال جمع کردن شیشه خورده ها گفت فدای سرت مامان، چیزی نشده، الان همه رو جمع میکنم. یکم آروم شدم و اشکامو پاک کردم و گفتم روسری رو چیکار کنم مامان؟ مامان گفت برو همون قبلی رو سر کن که بهت بیشتر میومد. مامان در حالی که صلوات میفرستاد رفت بیرون از اتاق. اون روز خیلی میترسیدم و همش پیش مامان قدم میزدم، اما خدا رو شکر دیگه خبری نشد. بالاخره شب شد و پدر بزرگان اومدن و منتظر مهمونا شدیم. مهمونا اومدن. از خجالت انقدر چادرمو جلو کشیده بودم که به زحمت صورتم مشخص بود. از زیر چادر مهمونا رو نگاه میکردم و به حرفاشون گوش میدادم. اسم داماد حمید و شغلش مهندس بود. با کت شلوار سرمه‌ای خیلی متین نشسته بود و به حرفای بزرگترا گوش میکرد. من حمیدو قبلا توی یه عروسی دیده بودمش و ازش خوشم اومده بود. اما خب تو روستا دوست شدن ممنوع بود. اون شب وقتی دیدمش بیشتر بهش علاقه‌مند شدم. مامان بهم اشاره کرد برام چای بیارم. آشپزخونه تو حیاط بود و میترسیدم اما مجبور بودم برم. با استرس رفتم سمت آشپزخونه و بدون اینکه اطرافو نگاه کنم با دستای لرزون چای ریختم. میخواستم سینی رو بردارم که باز همون صدای قبلی رو شنیدم. سرمو بلند کردم. با نگرانی حیاط رو از زیر نظرم گذروندم و دوباره یه سیاهی دیدم که از پشت درخت داخل حیاط به سرعت جابجا شد. چشامو بستم تا دیگه نبینم، اما با چشم بسته که نمیتونستم سینی رو ببرم داخل. به حالت یه طرفه جوری که سمت درخت رو نبینم از آشپزخونه اومدم بیرون. دستم به قدری میلرزید که کمی از چای ریخت توی سینی. هر کار میکردم چشمم به اون سمت نیفته فایده نداشت و دوباره نگاهم به سمت درخت چرخید. یه لحظه حس کردم یه خانم سفیدپوش اونجا نشسته و منو نگاه میکنه. خودمو به ندیدن زدم و یه قدم برداشتم. ترس و وحشت از اینکه بهم حمله کنه باعث شد دوباره به سمتش نگاه کنم، ولی دیگه کسی نبود. چند بار با دقت بررسی کردم اما هیچ خبری نبود. داخل خونه شدم و یه نفس راحت کشیدم. مامان وقتی منو دید با چشم ابرو اشاره کرد که چته. من که نمیتونستم جوابشو بدم، برای همین خیلی آروم به سمت مهمونا رفتم و سینی رو جلوشون گرفتم و تعارف کردم. به حمید که رسیدم توی همون یه نگاه ساده نگاهمون به هم گره خورد و توی یه نگاه عاشق هم شدیم. من که از قبل دوستش داشتم و اون شب از نگاه‌های حمیدم متوجه شدم که اونم منو دوست داره. از حرفای بزرگترا معلوم بود که حمید خیلی مؤمنه و به دین و شرع اهمیت میده و حتی حرف بزرگترا رو گوش میکنه. بالاخره قول و قرارا گذاشته شد و مادر حمید روی سر من و حمید نخ پاشید و گفت همیشه آرزو داشتم زهرا عروسم بشه. از این به بعد عروسم نیست بلکه دخترمه. وقتی اینو گفت دیدم که حس رضایت تو چهره حمیدم هست. شب خیلی قشنگی بود و هممون خوشحال بودیم. بعد از رفتن مهمونا مامان احساس رضایت میکرد و از اینکه دامادی مثل حمید داره قسمتش میشه خیلی خوشحال بود. تا دیر وقت بیدار موندیم و حرفای امیدوار کننده از آینده گفتیم. من به تلویزیون سیاه‌سفیدمون خیره شده بودم و فقط حرفاشون رو میشنیدم چون خجالت میکشیدم حرف بزنم. وقت خواب شد و همه رفتیم تو رخت خواب، اما اصلا خوابم نمیبرد. تا جایی نخوابیدم که مامان برای نماز صبح بیدار شد و دید که هنوز چشمام بازه. مامان اومد سمتم و گفت زهرا، مادر جان چرا هنوز نخوابیدی؟ گفتم مامان خوابم نمیبره، نمیدونم چرا نگرانم. مامان گفت نگران نباش، بگی بخواب دختر، مریض نیشی یا اصلا برای چی نگرانی؟ همه قول و قرارارم گذاشتیم، کلی هم از تو و از ما تعریف کردن، ما که مشکلی نداریم. گفتم نمیدونم مامان، حس خوبی ندارم، دلشوره عمونمو بریده. مامان بغلم کرد و گفت بخواب دخترم، از تو قشنگتر و بهتر کی میتونه عروس پیدا کنه؟ مامان یکم آرومم کرد و چشامو بستم و خوابیدم. صبح با سر و صدای مامان بابا و چند نفر از همسایه‌ها بیدار شدم. چشمو مالیدم و اطراف رو نگاه کردم، اما کسی نبود جز صدای خنده اون خانم نامرئی و آه و ناله مامان و همسایه ها. با اون صدای خنده وحشت زده از اتاق زدم بیرون. در حالی که مرتب پشت سرمو نگاه می‌کردم، رسیدم پیش مامانینا. مامان تا منو دید، قربون صدقم رفت و شروع به گریه کرد. نگران گفتم چی شده مامان؟ به جای مامان، همسایه دیوار به دیوارمون گفت پدر مادر حمید میگن که از دیشب پسرشون ناپدید شده. وای! یه لحظه قلبم از حرکت ایستاد. نفسم بالا نمی اومد و داشتم از حال میرفتم. مجبور شدم خودم رو کنترل کنم تا مردم منو بی‌حیا ندونن. من عاشق حمید بودم و الان بدترین خبر رو به هم دادن. تمام دلشوره‌های شب قبل الان به واقعیت پیوست شده بود. حمید غیب شده بود و منم هر از گاهی اون صدای خنده رو میشنیدم و تمام تنم میلرزید. حتی جرئت نداشتم در موردش با مامان حرف بزنم. مرتب سوره ناس و آیت الکرسی رو میخوندم. یه هفته گذشت و پلیسم موفق به پیدا کردن حمید نشد. دیگه مردم روستا هم از گشتنش خسته شده بودن. مادر حمید یه چشمش اشک بود و یه چشمش خون. منم تو دلم آروم و قرار نداشتم و از درون خودخوری میکردم. بعد از 10 روز یکی از اهالی خبر آورد که جنازه حمید و بیرون روستا توسط سگا پیدا کردن. مطمئن شدن جنازه به حمید تعلق داره. آخه جسد نصف و نیمه سوخته بود. مراحل قانونی داشت و ما طی این مراحل به خودمون دلداری میدادیم که محال حمید باشه. فردای اون روز من و مامان با هم رفتیم خونه حمیدینا پیش مادرش تا تنها نباشه و دلداریش بدیم. مادر حمید تا ما رو دید تو سر و صورتش کوبید و گفت وای خدا، چرا عروسم باید اینطوری با این لباس بیاد خونمون؟ براش اسفند دود کنید، پاشید پاگوشاشو بیارید. حمیدم همون شب که رسیدیم خونه به من گفت مامان باید سر تا پای زهرا رو طلا بگیریم. وای خدا، یه دونه پسرم کجاست؟ تاج سرم کجاست؟ یکی به دادم برسه. خدا منو بکش و نگو که پسرمو بردی. مادر حمید کل میکشید و قربون صدقه من و حمید بیچاره میرفت. هیچ جوره نمیتونستیم دلداریش بدیم و آرومش کنیم. با گریه ها و سوز دل مادر حمید به گریه افتادم و زار زدم. وقتی مادر حمید دید منم گریه میکنم، آرومتر شد و منو به آغوش کشید و یه انگشتر به هم داد و گفت مادر جان، عروس گلم، این انگشتر رو خود حمید برات خریده بود تا وقتی میای اینجا پاگوشا بهت بده. ایشالله حمید پیدا بشه تا تو عروسی جبران کنیم. دعا کن دخترم اون جنازه برا حمید نباشه. از خجالت سرمو پایین انداختم و حرفی نزدم. 2 روز گذشت و به جای عروسی چراغ حجله روشن کردن، چون اون جنازه حمید بود. پزشک قانونی تایید کرد و گفت حیوونا تیکه تیکش کردن و البته قبل از اونم سوخته بوده. دلیل اصلی مرگش مشخص نشد، چون سوختگی علت مرگش نبود. شوک عجیبی تو روستا به اهالی وارد شده بود. مامان به سرعت انگشتر رو پس داد و دیگه اصلا اجازه نداد تو مراسماتم شرکت کنم. در تمام طول 10 روز اون صدای خنده رو هر از گاهی میشنیدم، اما بعد از دفن حمید اون صدا قطع شد. 1 ماه گذشت. در طول 1 ماه اصلا نه حاله‌ای دیدم و نه صدایی شنیدم. از مرگ حمید بیش از حد ناراحت بودم، اما از اینکه اون صدا رو قطع شده و دیگه نمیشنوم خوشحال بودم. بابا برای اینکه حالم بهتر بشه، منو با مامان فرستاد شهر خونه عموینا. سوار مینیبوس شدیم و حرکت کردیم. تمام طول مسیر مامان دستمو گرفته بود و دلداری میداد و میگفت ناراحت نشو دخترم، عمر حمیدم تا اینجا بود و قسمتت نبود. قصه نخوری یا مادر، تو کم خواستگار نداری. حالا حمید خدا بیامرز نشد یکی دیگه. قرار نیست که مجرد بمونی. 1000 ماشاءالله بر و رو هم داری. معلوم نبود پسر حمید معتاد بود یا عرق خورده بود. الله اعلم. هرچی بود خدا رو شکر که عقدش نبودی. خدا بهمون رحم کرد. تو دلم ناراحت حمید بودم که پشت سرش این حرفا زده میشه. آخه من دلم گواه میداد که حمید پاکترین پسر بود و یه اتفاق خاصی باعث مرگش شد. خلاصه رسیدیم خونه عموینا. اونا هم در جریان بودن و ناراحت. زنمو که از اقوام مامان بود خیلی تحویلمون گرفت. زنمو بین حرفاش همیشه میگفت حیف که من پسر ندارم. پسراش ازدواج کرده بوده. وگرنه یه ثانیه هم نمیذاشتم زهرا عروس غریبه بشه. حیف که نوه هامم ازش کوچیک‌ترن، وگرنه همین امروز بساط عروسی رو راه مینداختم. بعد رو به مامان کرد و گفت ببین تا اینجا هستید مطمئن باش زهرا رو شوهر میدم. مامان گفت آبجی نمیدونی چقدر روحیمون خرابه. همش با خودم فکر میکنم اگه دختر دست گلم و عقد حمید در می آوردم معلوم نبود چی میشد. اول جوونی دخترم بیوه میشد. زنمو پاشو دراز کرد و یه بالشم زیرش گذاشت و گفت ولش کن دیگه، تموم شد رفت، به امروز فردا فکر کن. با این حرف بحث و صحبت ها عوض شد. همون شب اول که خونه عموینا بودیم، تازه چشمام گرب خواب شده بود که با صدای لالایی خوندن کسی چشمامو باز کردم. همون حاله و زن سفیدپوش رو دیدم که بالا سرم نشسته و موهامو نوازش میکنه. صورتش مشخص نبود. از ترس نفسم تو سینه حبس شد، مثل کسی که بختک روش افتاده باشه. از ترس و ناراحتی نفسم بالا نمی اومد. او خانم که به صورت حاله و سفیدپوش بود، موهامو نوازش میکرد. منم از ترس نمیتونستم بلند شم. اما وقتی ناخونای بلندش رو دیدم، شروع کردم به جیغای بلند و پی در پی. مامان و زنمو خودشونو رسوندن بالا سرمو، تلاش کردن آرومم کنن. وقتی لامپا روشن شد، دیگه خبری از اون خانم نبود. انگار که خواب و کابوس دیده باشم. تمام تنم یخ کرده بود و میلرزید. مامان از حال من گریش گرفت و اشک ریخت. زنمو رو به مامان گفت: خواهر من، چند بار بگم جلوی بچه از مرده و مردن حرف نزنید. خواب دیده، ترسیده. بعد مکسی کرد و رو به من گفت: نترس دخترم، خواب بود، تموم شد. اما من مطمئن بودم که خواب ندیدم، ولی نمیتونستم بهش چیزی بگم. 2 روز تمام از ترسم حتی دستشویی‌ام تنهایی نمیرفتم. روز سوم زنمو جلسه قرآن داشت و همسایه‌هارم خبر کرده بود. زنمو که دختر نداشت و خدا بهش 6 تا پسر داده بود و 6 تا عروس داشت، برای پذیرایی از خانوما من و عروسا سرپا بودیم. مرتب چای پخش می‌کردیم. من و عروسا به جای گوش کردن به قرآن، گهگاهی می‌خندیدیم و زنمو به ما چشقره می‌رفت. ما هم چند دقیقه ساکت می‌شدیم و دوباره شروع می‌کردیم. همون روز قرار بود که برادر یکی از عروسای زنمو به اسم زهره، پسر زهره رو از مدرسه بیاره خونه زنمو. وسط مجلس زنگ خونه زده شد. چون زنمو نمیخواست وسط مجلس مرتب زنگ زده بشه، به ما اشاره کرد که با عجله برید در رو باز کنید تا دوباره زنگ نزنن. زهره چادر رو داد به من و گفت: دورت بگردم، زود برو در رو باز کن، داداشم پسرم آورده. ناچار چادر رو سرم کردم و رفتم در رو باز کردم. پسر زهره اومد داخل و گفت: وای، مردم از خستگی. حواسم به پسر زهره بود که داداشش کیف مدرسه رو گرفت سمت من و گفت: سلام، اینم کیفشه. من که تصور می‌کردم داداش زهره مرد بزرگیه، سرمو بلند کردم و با دیدن یه پسر جوان زود سرمو انداختم پایین و جواب سلامشو دادم و گفتم: ببخشید که تعارف نمی‌کنم، آخه مجلس زنونه است. اون پسر با منمن گفت: ببخشید، شما رو نشناختم. گفتم: من مهمون خونه عمو هستم. لبخند زد و گفت: آها، تازه شناختم. ماشاءالله چقدر بزرگ شدی. خجالت کشیدم و لپام گل انداخت. اون پسره گفت: من احمدم. فکر نکنم یادت بیاد، چون اون موقعا بچه بودی. اما من تو رو خوب یادمه. عروسی زهره بود، حدود 11 سال پیش. تو کوچیک بودی و همه دوستت داشتن. چون زیاد نمیتونستم جلوی در معطل کنم و حرفای احمد رو گوش کنم، برای همین گفتم: ببخشید، الان زنمو و مامانم نگران میشن. احمد گفت: وای ببخشید، خداحافظ. احمد رفت و من زود در رو بستم و برگشتم داخل. به نظرم احمد پسر خیلی مؤدبی بود. آخه شبم برای بردن زهره و پسرش اومد و من دوباره دیدمش. انگار شبایی که پسرم شیفت شب میمون، احمد پیش زهره میمون. برای همین اومد و زهره اینا رو برداشت رفتم. یه هفته‌ای که خونه عمو اینا موندیم خیلی خوش گذشت، چون عمو و زنمو تقریبا تنها بودن و زنمو بیشتر وقتش رو تو جلسات قرآن میگذروند و این یه هفته ما رو هم همراه خودش میبرد. گاهی هم به من بافتنی یاد میداد. یه هفته ما شد 10 روز. روز آخر پچپچ مامان و زنمو توجه منو به خودشون جلب کرد. از پچپچای زنمو و مامان کنجکاو شدم و گوش وایسادم. چیزی متوجه نشدم و به مامان زل زدم. مامان وقتی متوجه شد که من یه بوهایی بردم گفت: از قدیم گفتن قسمت هر جا باشه آدم جذب اونجا میشه. احمد برادر زهره است و خوشش اومده، قراره بیان خواستگاری. با شنیدن اسم احمد قند تو دلم آب شد. نمیدونم چرا مشتاق ازدواج بودم. شاید به خاطر اینکه همسن و سالام ازدواج کرده بودن و من مجرد مونده بودم. شایدم حس و حال و سن و سالم باعث این اشتیاق میشد. از طرفی چون احمد رو 2 بار دیده بودم ازش بدم نمیومد، برای همین سکوت کردم. سکوتم یعنی علامت رضایت. زنمو تا سکوت منو دید با لبخند و مهربونی دستی به سرم کشید و گفت: فردا صبح با مامانت برمیگردید خونتون، ما هم با خانواده احمد میام خواستگاری تا اگه قسمت بود به هم برسید. خیلی خوشحال بودم. عصر همون روز زهره و پسرش اومدن خونه عمو اینا و زهره به مامان گفت: من با زهرا میرم بازار تا براش یه روسری بخرم. زنمو استقبال کرد و زودتر از مامان گفت: خیلی خوبه، تا زهرا اینجاست برید بخرید تا با انتخاب خودش باشه. پسر زهره گفت: مامان منم میام، زهره گفت نه بمون پیش مامان بزرگ، ما زود برمیگردیم. من خوشحال حاضر شدم و با زهره تا سر کوچه رفتیم. وقتی اونجا رسیدیم یه ماشین سفید رنگ جلو پامون ترمز کرد. احمد پشت فرمون بود. زهره گفت تو رو خدا از من ناراحت نشو. احمد خیلی اصرار کرد که تو رو بیارم بیرون تا بتونه چند کلمه حرف بزنه. منم بدون هماهنگی به بهونه خرید آوردم. آخه با خودم گفتم حالا که قراره عروسی کنید بهتره که بیشتر همدیگه رو بشناسید. من دختر آزادی نبودم و هیچ وقت بدون مامان جایی نرفته بودم. برای همین خیلی خجالت کشیدم و معذب بودم. بالاخره من با استرس عقب نشستم و زهره جلو پیش برادرش. احمد از آینه منو نگاه می‌کرد و منم از خجالت تو صندلی فرو می‌رفتم. بعد از چند دقیقه احمد جلوی یه بستنی فروشی ترمز کرد. چادر مشکیمو مرتب کردم تا از ماشین پیاده بشم که زهره گفت من میرم بستنی میگیرم و برمیگردم. زهره که پیاده شد ضربان قلبم شدید شد و استرس گرفتم. همون لحظه احمد به عقب چرخید و گفت میدونم کارم اشتباه بود ولی میخواستم حداقل یه بار دیگه ببینمت. یکم آروم شدم و لبخند زدم. احمد تا لبخندمو دید خوشحال از داشبورد ماشین یه شاخه گل درآورد و به سمت من گرفت و گفت این گلو برا تو گرفتم. راستش نتونستم جلو زهره بهت بدم. با هزار استرس و خجالت گلو گرفتم و بوش کردم و سری گذاشتمش داخل کیپم که زیر چادرم بود. احمد چادرمو بوسید و گفت میدونستم تو هم از من خوشت اومد و این احساسی طرفه نیست. زهره خانم، من کارگر جلوبندی سازی هستم و تراشکاری هم بلدم. پول خوبی در میارم. قول میدم خوشبختت کنم و هر چی بخوای به پات بریزم. بهش لبخند زدم و با باز و بسته کردن پنکام رضایت خودمو نشون دادم. احمد خوشحال و ذوق زده یه آدانس موزی به هم داد و خواست حرفی بزنه که زهره اومد و احمد مجبور شد به سمت فرمون برگرده. زهره از شیشه ماشین دو تا بستنی سنتی به احمد داد و رو به من گفت چیز دیگه ای نمیخوای؟ با خجالت تشکر کردم و زهره برگشت تا بستنی خودشو بیاره. تا زهره رفت گفتم بابت آدامس و بستنی ممنونم. احمد از داخل آینه نگام کرد و گفت قابل شما رو نداره زهره خانم. اون روز خیلی روز خوبی بود. بستنی رو خوردیم و بعد احمد برام یه روسری خرید و انقدر خواهش کرد تا ازش قبول کردم. قرار شد این ملاقات و خرید بین خودمون بمونه. آخه اون موقع ها این چیزا باب و مد نبود. اون موقع ها قرار دختر و پسر باب نبود. اگه عوام متوجه می شدن کل پشت سرمون حرف در می آوردن. خداحافظی تلخ و شیرینی با احمد بعد با زنمو داشتیم. البته قبلش کلی از زنمو بابت چند روز زحمت و پذیرایی خیلی خوبش که ازمون کرده بود تشکر کردیم. سوار مینیبوس شدیم و برگشتیم خونه. اگه بگم کل مسیر رو به احمد فکر کردم و تمام حرفاش رو 1000 بار مرور کردم دروغ نگفتم. بسته آدانسی که احمد بهم داده بود و اصلا از دلم نیامد باز کنم بخورم. روسریم از نظر من بهترین روسری دنیا بود و محکم به خودم چسبونده بودم و حس خوبی بهم دست میداد. بابا با دیدن حال خوب من و خبر اینکه فردا خواستگار دارم خیلی خوشحال شد و تمام کارا رو با مامان تون انجام دادن. اون شبم با خیال راحت و دل خوش خوابیدم و فردا صبح زود بیدار شدم تا برای عصر احمد و خانواده‌اش میان آماده باشم. از سر وقت رسیدن. مامان شام آماده کرده و حتی برنجم به صورت دمکش آماده گذاشته بود تا وقتی رسید از زیرش رو روشن کنه دم بکشه و تازه دم باشه. از در حیاط که داخل شدن از پشت پنجره از لای پرده نگاه کردم و با دیدن احمد ضربان قلبم رفت بالا. ناخواسته مثل دیوونه ها خندیدم. اما زنمو هم همراهشون اومده بودن. مامان زود در اتاق مهمون رو باز کرد تا برن اونجا استراحت کنن. بعد براشون چای و میوه هم برد تا خستگیشون در بره. نیم ساعتی طول کشید که یهو دیدم در چوبی اتاق باز شد و احمد اومد حیاط تا بره دستشویی. احمد داشت به سمت دستشویی میرفت که عمدن پرده آشپزخونه رو تکون دادم تا متوجه من بشه. با تکون خوردن پرده احمد سری برگشت منو دید. اون لحظه جدا از نگاه عاشقانه یه لبخندم به همدیگه زدیم. بعد حس کردم به روسری سرم که خودش خریده بود نگاه کرد و لبخند رضایت بخش دیگه‌ای بهم زد که از خجالت سرمو پایین انداختم. احمد از دستشویی بیرون اومد و پیش شیر آب نشست و آبی به دست و صورتش زد. دیدم کسی نیست براش حوله ببره. زود حوله رو برداشتم و رفتم کنارش و دو دستی به طرفش گرفتم. احمد ازم گرفت و تشکر کرد و بعد گفت دلم برات خیلی تنگ شده بود. طبق معمول خجالت زده سرمو انداختم پایین. احمد در حالی که نگاه میکرد به سمت اتاق رفت. اون شب بعد از شام براشون چایی بردم و جلسه خواستگاری رسمی شد و بزرگترا در مورد مهریه و غیره صحبت کردن و قرار مدار گذاشتن. طبق قراری که گذاشته شد، نزدیکترین روز تولد یکی از اماما که روز تعطیل و تقریبا 3 هفته بعد بود انتخاب شد تا همون روز عقد کنیم و به هم محرم بشیم. مهمونا چون از راه دوری اومده بودن، مجبور شدن شب و بمونن. آخر شب داخل اتاق مهمون رخت خواباشون رو پهن کردم و رفتم حیاط تا برم دستشویی. هنوز به دستشویی نرسیده بودم که یه صدای زنونه‌ای صدام زد. همون صدایی بود که همیشه میخندید، صدای اکومانند که هر کسی رو به وحشت مینداخت. مطمئن بودم اون خانم حاله ماننده که چند بار گفت زهرا. بدنم شروع کرد به لرزیدن. با ترس و وحشت اطراف رو نگاه کردم و متوجه شدم پشت یکی از درختاست. آخه ناخنای بلندش رو درخت گذاشته بود. حتی نتونستم جیغ بزنم چون مهمون داشتیم. به زحمت اسم خدا رو آوردم و از هوش رفتم. با ضربه های آرومی که به صورتم زدن به هوش اومدم و دیدم مامان و زنم و بالا سرم هستن. اون سمت اتاق مهمون رو نگاه کردم تا ببینم مهمونا هم متوجه شدن یا نه. وقتی دیدم چراغش خاموشه، خیالم راحت شد که اونا هنوز خوابن و چیزی نفهمیدن. مامان آروم پرسید: چی شده دخترم؟ چرا از حال رفتی؟ زبونم بند اومده بود و نمیتونستم حرف بزنم. اونا هم سر و صدا نمیکردن تا مهمونا بیدار نشن. اون شب تا صبح کنار مامان دراز کشیدم و اصلا پلک رو هم نذاشتم. صبح کسل و ناراحت رفتم آشپزخونه تا برای مهمونا چایی بریزم. در حالی که چایی میریختم، از پنجره آشپزخونه چشمم به درخت تو حیاط بود. اصلا نمیدونستم چیزایی که دیده بودم واقعیت یا خوابه. مامان وقتی دید به حیاط خیره شدم، سینی رو ازم گرفت و خودش چای ریخت و بعد گفت: زهرا، مهمونا که رفتن، با بابات بریم دکتر. گفتم: نه مامان، من چیزیم نیست. میبینی که خوبم. اما یه چیزی هست که میخوام بهت بگم، ولی بذار مهمونا برن بعد میگم. مامان گفت: خب الان بگو. گفتم: راستش من یه خانم سفید پوش میبینم که ناخوناشم بلنده. به خدا خواب نبودم، تو بیداری دیدم. حتی خونه عموینا هم دیدم. اون رو موهام داشت دست میکشید. مامان شوکه گفت: خاک به گورم، یعنی اجنه میبینی؟ گفتم: نمیدونم مامان، قبلا هم دیده بودم پشت اون درخت. مامان دستاشو به هم مالید تا کمتر بلرزه و گفت: بذار اینا برن بعد به بابات میگم. مهمونا صبحونه خوردن و با سلام و صلوات راهی شدن. احمد پیش خانواده ها نمیتونست با من حرف بزنه و فقط گاهی نگاه میکرد، ولی وقتی سوار ماشین شدن تا حرکت کرد، بوق زد. با صدای بوق برگشتم و تو آینه بغل احمد چهرش رو دیدم. تا دید من نگاه میکنم، یه چشمک بهم زد که دلم آشوب شد. مهمونا رفتن و من همش به احمد و چشمکش فکر میکردم که مامان صدام کرد و گفت: بیا به بابا تعریف کن چی دیدی. رفتم پیش بابا و همه چی رو که این چند وقت دیده و شنیده بودم و تعریف کردم. بابا متعجب فقط گوش کرد و در نهایت گفت: میبرمت پیش سید محسن تا ببینم اون چی میگه. هر ستامون به قدری فکرمون درگیر بود که حتی ناهارم نخوردیم. بعد از اون حدود ساعت 3 یا 4 بود که داشتم داخل آشپزخونه برای بابا چایی میریختم، یکی با مشت محکم به در حیاط کوبید. زود چادر سر کردم و در رو باز کردم. پسر همسایه بود که نفس نفس زنا پشت در وایساده بود. متعجب گفتم: چی شده؟ گفت: بابات هست. گفتم: هست، اتفاقی افتاده؟ گفت: عمو تو جاده انگار داخل یه ماشین سفید رنگ بوده که تصادف کرده و بردنش درمونگاه. منو فرستادن دنبال بابات. استکان چایی که دستم بود با شل شدن پاهام افتاد شکست و اگه خودم رو به در تکیه نداده بودم خودمم میافتادم. باورم نمیشد. بلند بابا رو صدا کردم، اما نتونستم لام تا کام حرف بزنم. انگار زبونم بند اومده بود. مامان و بابا اومدن جلوی در و از اون پسر همسایه قضیه رو پرسیدن. بعد از اینکه پسر همسایه همه چی رو تعریف کرد، بابا در حالی که تو سرش میزد حاضر شد و رفت درمونگاه و من و مامان گریون و ناراحت هر کدوم نشستیم یه گوشه از حیاط. برگشتن بابا تا شب طول کشید، اما چه برگشتنی. اصلا حال خوبی نداشت. مامان یه استکان چای داد دستش و گفت: بگو چی شده که دارم سکته میکنم. بابا گفت: خدا رو شکر به داداش و زنداداش طوری نشد و همشون زخمی شدن به جز احمد. تا بابا گفت به جز احمد، خوشحال لبخند زدم که بابا سرش رو انداخت پایین و در حالی که سرش رو تکون میداد و خدا رو صدا میکرد گفت: به جز احمد که فوت شده. وقتی بابا گفت احمد فوت شده، اصلا باورم نشد. شایدم نخواستم باور کنم. بابا دوباره زد بیرون و من و مامانم رفتیم خونه مامان بزرگ. وقتی رسیدیم تازه باور کردم که چه اتفاقی افتاده. عمو و زنمو بعد از اینکه تو درمانگاه تحت درمان قرار گرفته بودن، چون روستا نزدیکتر بود اومده بودن خونه مامان بزرگ. زنمو دستش شکسته بود و عمو سرش. پدر احمد فقط کمی زخمی شده بود و مادرش پاش شکسته بود. با تمام اینا همه شیون و زاری میکردن برای احمد بیچاره که از دست رفته بود. اصلا باورم نمیکردم که به همین سادگی فوت شده باشه. همش به خودم دلداری میدادم که قسمتش بوده و اجلش رسیده بود و ربطی به من نداره، ولی باز آروم نمیشدم. تا شب اونجا بودیم و فقط گریه زاری و مرثیه سرایی میکردیم. آخرای شب بابام اومد. به قدری ناراحت بود که حتی با ما حرف نمیزد. همش با خودش آروم تکرار میکرد آخه چرا همشون زنده بمونن جز احمد؟ تازه اونا سنشون بیشتر بود، هیچی نشدن. احمد که جوان بود فوت شده. با این افکار و حرفای بابا حال من بدتر میشد. شوک بعدی رو زمانی خوردیم که از خونه مامان بزرگ داشتیم پیاده مثل لشکر شکست خورده برمیگشتیم خونه. در کمال تعجب دیدیم روسری که احمد برای من خریده بود تیکه تیکه شده و وسط خیابونه. انگار کسی با ناخوناش اونو چنگ زده و پاره کرده. مامان و بابا سری تکیه‌های روسری رو جمع کردن و داخل یه مشنبا ریختن و تو باغچه خاکش کردن. اون شب دیگه من تنها نبودم که میترسیدم، بلکه مامان بابا هم خیلی ترسیده بودن. دنیا خیلی بی‌وفاتر از این حرفاست. برای احمد داخل روستا و شهر مراسم گرفتن و تموم شد. بعد از گذشت روزها و ماه‌ها به مرور همه فراموشش کردن، حتی ما. یک سال گذشت و شدم 18 ساله. 18 ساله اون زمان، نه الان. اون موقع‌ها دخترای 18 ساله 3-4 تا بچه داشتن، اما من همچنان منتظر باز شدن بختم بودم. کاستگار زیاد داشتم، ولی هیچ کدوم جور نمی‌شد. اگه هم به مرحله آخر می‌رسیدیم، داماد فوت می‌شد. بعد از احمد یه پسریم اومد خواستگاری و از هر نظر همدیگه رو پسندیدیم و قرار عقد گذاشتیم. اما درست فردای اون روز با دوستش دعوای حسابی کرد و کشته شد. از گوشه کنار علاوه بر لقب ترشیده، لقب سرخورم میشنیدم. اما به خاطر خانوادم و پدر بزرگا کسی جرئت نمیکرد رو در رو بهمون حرفی بزنه. میدونید که این کنایه ها و القاب چه رک تو رود گفته بشه چه پشت سرت فرق نمیکنه و مثل خنجر تو قلب آدم فرو میره. خلاصه بعد از گذشت یک سال از فوت احمد، یه روز خانم و دختری دوتایی اومدن خونمون تا منو برای داداششون خواستگاری کنن. از آشناهای خیلی دورمون بودن و حتی همدیگر رو تا به حال ندیده بودیم. همون روز ترس لعنتی اومد سراغم. اون خانوما منو پسندیدن و رفتن تا فردا دوباره با پسره بیان. بعد از رفتنشون به بابا گفتم بابا میشه بگید خواستگارا نیان؟ بابا متعجب گفت چرا؟ بالاخره که باید ازدواج کنی. گفتم واقعیتش میترسم این پسرم بیاد خواستگاری و بعد فوت بشه. بابا الله اکبری زیر زبونش گفت و بعد رو به من ادامه داد بسته دخترم، اونا همش حادثه بود، ربطی به تو نداره. به حرفای مردم اصلا توجه نکن، به فکر زندگی خودت باش. مگه تو اسرائیلی که اونا رو بکشی؟ قسمت و عمرشون تا اونجا بوده. دیگه به خودت انقدر تلقین نکن. آخه من و مادرت که همیشه زنده نیستی، بعد از ما تنها میمونی. گفتم تنها بمونم بهتره تا یکی این وسط بمیره. بابا گفت الان ما هستیم تا حیات نمیتونی بری. وای به روزی که نباشیم. فردای روزگار ما سرمونو گذاشتیم زمین که خرج و مخارج تو میده. حالا بذار بیان. اگه پسر خوبی بود ایشالله میری خونه بخت. خودتو با این خرافات گول نزن دختر. حرف بابا رو زمین ننداختم و قبول کردم، اما ته دلم آشوبی بود و میترسیدم اتفاقی بیفته. مامان با شوق و ذوق برام یه چادر جدید برید و شروع به دوختن کرد. در حال دوخت و دوز با حرفاش سعی میکرد آرومم کنه. هر یک کوکی که به چادر میزد برا خودش آواز میخوند، اما برعکس من نگران جلوی پنجره نشسته بودم و فقط نگاش میکردم. دلم برای بابا و مامان میسوخت که تنها امیدشون من بودم و چه حرف و حدیثا که به خاطر من نمیشنیدن. مامان با هر کوک چادر با خنده میگفت اینم دهن مادر شوهر که دوختم، اینم دهن خواهر شوهرت که دوختم. وای وای نگو از جاریت، این یکی رو محکم‌تر میزنم تا دهنش تا ابد بسته بمونه. بچه های جاریت یه وقت یادم نره، اینم برا دهن بچه هاش. مامان همه اینا رو با صوت و قافیه بندی شده گفت و همین باعث خنده من شد. تا خندیدم صدای شکسته شدن چیزی از آشپزخونه اومد و هر دو از جامون پریدیم و به سمت آشپزخونه دویدیم. قلبم تون تون میزد. مامانم بدتر از من یخ کرده بود. آشپزخونه رو نگاه کردیم و دیدیم کفتر پسر همسایه است که استکانو انداخته تا از کیسه گندم برداره. مامان جارو رو برداشت تا شیشه ها رو جمع کنه. در همون حال گفت آخه خدا لعنتت کنه رضا، این کفترات عمون ما رو بریدن. رضا یا الله گفت و اومد لبه دیوار پشت بوم و گفت ببخشید خاله، گربه دنبالش کرده بود اومد اینجا. اون روز اولین باری بود که رضا رو میدیدم. درسته همسایه بودیم، اما من به خاطر یکی یه دونه بودن دختر آزادی نبودم. با دیدن رضا خون به گونه هام دوید و خجالت زده کفتر رو گرفتم و به طرف پشت بوم رضا پروندم. کفتر رفت سمت رضا، اما رضا بی توجه به کفتر فقط به من خیره شده بود و نگام میکرد. تو روستا همیشه حجاب داشتیم. مامان که دید رضا به من نگاه میکنه، تنپاییش رو در آورد و پر کرد به طرفش و گفت: حالا چشچرونی هم میکنی؟ چشاتو درویش کن، برو پشت بوم خودتون. رضا که انگار تازه متوجه اطرافش شده بود با لکنت گفت: ببخشید. برگشت سریع و رفت پشت بوم خودشون. مامان که از حرف خودش و دمپایی پرت کردن خندش گرفته بود، شروع کرد به قهقهه و منم خندم گرفت. برگشتیم داخل اتاق و مامان چادر رو تموم کرد و یکم برای فردا خونه رو مرتب کرد. اون شب به خاطر رضا و آواز مامان سر حال و خوشحال خوابیدم. فرداش بعد از ناهار داشتم تو حیاط ظرفا رو می‌شستم که سایه کسی رو از رو پشت بوم دیدم. اول خیلی ترسیدم و تصور کردم بازم اون حالست، اما با دیدن رضا آروم شدم و نفس راحتی کشیدم. رضا لبخند زد و گفت: ننما گفتم بیاد خواستگاریت. اولین باری که میبینم همچین دختر خوشگلی تو همسایگی ماست. جواب رد نده، چون اگه ردم کنی انقدر میام و میرم تا خسته بشید و رضایت بدید. به آقاتم بگو اگه تو رو به من نده میدزدم میبرمت. خودت هم نخوای بیای به زور بغلت میکنم میبرمت. همه کفترام فدای تو. من جوری بار اومده بودم که اصلا جوابشو ندادم. آخه از حرف و حدیث خیلی میترسیدم، مخصوصا که لقب سرخورم گرفته بودم. بیشتر میترسیدم، نه از خودم بلکه از جوونا و پسرای مردم میترسیدم. همون لحظه مامان اومد و سر رضا داد کشید: ذلیل شده بازم که اومدی. رضا تا مامانو دید ترسید و در رفت. به مامان گفتم: چقدر پرروه، بابا به فهمه میکوشتش. عصر اون روز خواستگارا اومدن. طبق معمول من توی آشپزخونه موندم تا صدام کنن. نیم ساعت بعد مامان صدام کرد. انگار بابا پسندیده بود. آخه هر وقت بابا میپسندید من چای میبردم. در حال فرستادن صلوات و خوندن ذکر با دست لرزون چای میریختم که از کوچه صدای جیغ و هوا رو داد اومد. نفهمیدیم چطور همه ریختیم تو کوچه. در اوج ناباوری رضا غرق خون بود. انگار یکی سرش رو با سنگ نشونه رفته بود و از پشت بوم سقوط کرده بود. ننش بیچاره جیغ میزد و هوار میکشید: وای پسرم، پسرمو کشتن، پسرم بیدار شو، رضا بلند شو، مگه نگفتی آخر هفته برات برم خواستگاری، پسرم، رضا. باورم نمیشد که رضا مرده باشه. همه اهالی جمع شده بودن و تماشا میکردن و زار میزدن. رضای بیچاره که هنوز نیومده بود خواستگاری، پس چرا کشته شد؟ تو اون شلوغی یهو دیدم خواستگارم از فرصت استفاده کرده و به من خیره شده. اون حالت برای من بدترین چیز بود و تو دلم گفتم: کاش به من نگاه نمی کردی، تو هم قراره بمیری. چه روز بدی بود. تنها شانسی که آوردم این بود که رضا هنوز برای خواستگاری نیومده بود و کسی در جریان نبود قرار خواستگاری من بیاد. چشمای بیچاره رضا رو بستن و جنازه رو بردن. تا جنازه رو حرکت دادن، یه دفعه انگار کسی کفتراشو پرواز داده باشه، بالا سرمون پر از کفتر شد که پرواز میکردن. خیلی عجیب بود، چون تو هوا شاید بیشتر از 10-15 تاشون مردن و افتادن رو زمین. همه متحیر و متعجب نگاه میکردن. بعضی از افرادم میگفتن چون صاحبشون رضا مرده خودکشی کردن و خودشون رو کشتن. جنازه که رفت کم کم مردم متفرق شدند. من و مامان ناراحت و شوک زده به هم نگاه کردیم. با مهمونا برگشتیم داخل و تو حیاط نشستیم. کسی حوصله حرف زدن نداشت. بابا که خیلی ناراحت بود به مهمونا گفت: اگه دوست داشته باشید شام در خدمت باشیم. پدر و مادر داماد تشکر کردن و گفتن: به ما جواب ندادید، عروس گلمون رو هنوز درست حسابی ندیدیم. بابا گفت: تشریف ببرید، بعداً خبرتون میکنم. خلاصه بابا خیلی محترمانه مهمونا رو رد کرد. انگار بابا هم ترسیده بود. در چوبی حیاط باز بود و میدیدم که کوچه هنوز رفت آمد و به مادر رضا دلداری میدن. همینطوری که نگاه میکردم، یهو بین اون افراد همون خانم سفیدپوش رو دیدم که قهقهه میزد و به چشماش سرمه میکشید. به وحشت افتادم و به مامان و بابا گفتم: اون خانم رو میبینید؟ بابا نگاهی به کوچه انداخت و گفت: نه، همچین شخصی رو ما نمیبینیم. بعد رو به مامان ادامه داد: پاشید حاضر شید بریم پیش سید محسن. خیلی سریع همگی حاضر شدیم و رفتیم تو کوچه. چه روز بعدی بود. رضا مرده و کوچه با پارچه‌های سیاه پوشونده شد. بین مسیر هر سه ساکت بودیم و حرفی نمیزدیم. بابا کاملا مشخص بود که وحشت کرده و میترسه. بالاخره رسیدیم خونه سید محسن. یه خونه خیلی بزرگ بود که ته حیاط 2 تا اتاق داشت.